احترام خدمت شما عزیزان، خانواده عزیز خداوند، خانواده بزرگ، خانواده دوست داشتنی پدر آسمانی من، خوب هستین؟ خدا را شکر. روز یک شنبه زیبایی است، بله؟ اما تو سلام و درود احترام داریم خدمت عزیزان که از طریق میدیا چیز لایف در این لحظه و چی در آینده ها و در تکرار این جلسه را میبینن احترام داریم و مطمئن هستم که کلام خدا امروز قلب های ما را متکم که قسمت آخر دعای خواهر الیزاف که کلام را نه تنها شنونده بلکه کسی باشیم که عمل بکنیم و زندگی بکنیم کلام خدا را. آمین. ما ایمان آوردیم که ایماندار باشیم، ما ایمان آوردیم که ایمان ما را زندگی کنیم. این است خواست پدر از ما. با کلمه غرور همه ما آشنا هستیم، میشناسیم، بلد هستیم و در شخصیت‌های ما بوده و عرصگاه هم کمکواره نش میزنه، کمکواره خودش رو نشان میده. به هر حال غرور لوسیفر سقوط داد، میدانیم که باعث سقوط لوسیفر شد و نه تنها باعث سقوط خودش شد که بلکه میلیون‌ها انسان تا به امروز در این سقوط با خودش داره. متاسفانه جهان امروز، بشریت امروز، بسیار از انسان‌ها زندگی دور از خدا، زندگی شریرانه، زندگی که با لوسیفر همگام و هم نظر هستند به پیش میره. این از کار غرور. اما می‌بینیم که با فروتنی عیسی مسیح نه تنها این جلال بر ما آشکار شد، بلکه میلیون ها در میلیون انسان، میلیارد ها در میلیارد انسان در حیات ابدی شریک شد. چی فرق بزرگ است نه؟ بین فروتنی و افتادگی، بین از خود گذشتگی و بین غرور. و امروز دعا میکنیم عزیزان که این غرور از زندگی ما کنده شد. و اگر تا امروز بقایایش باقی مانده و اگر هست و اگر بوده، این از زندگی ما با شنیدن این پیام بکنیم و بندازیم دور. موافق هستین؟ سالها پیش، سال 2001 بود فکر کنم، بله سال 2001 بود، ما از کلیسای الفامیگا قرار شد بریم با یک کنفرانس در شهر کریلینگن با کلیسای یا سازمان منستری دودودو و در اون جمله فعلا خواهر آسمیک عزیز و آنی عزیز با ما امروز هستن. بعد از مدت ها شما رو در بین ما میبینیم. این خواهر دختری خانواده سالها بوده. به هر حال ما اطمان بیاد داریم که در این کنفرانس رفتیم. وقتی که از طرف پاسور عزیز برای ما پیام داده شد، یعنی مستقیم برای من زنگ زد در اون زمان، البته با ما تماس داشتن، ولی یک تلفن برای من زد و گفت که نور ما یک کنفرانس هست در شهر، باید تو با خانواده اونجا باشی. باش؟ این برای من بسیار خوشایند بود. نور از جمله کلیسا با خانوادهش دعوت میشه در کنفرانس و اونجا تعداد زیاد هم فکر کنم بالای 300 تا 350 نفر یا عزیز از کشورهای مختلف تا از ایران آمده بودن. وقتی که رفتیم وارد محوطه کنفرانس شدیم در این شهر، دیدم که یک تعداد از افغان ها و از ایماندار ها از کشورهای مختلف آمدن. از استرالیا آمده بودن، برادر خلیل عزیز از آمریکا آمده بودن، برادر حسیب اینا از آلند آمده بودن، و تعداد ایزان دیگر نیک از ناروی آمده بود. ما با دیدن اینا یک کمار شوکه شدم. امو جمیل رگ غیرت و رگ غرور و حالت افغانی بودنم یک کمار طور خورد که نور باید مسیح باشه. عیسی مسیح فقط از نور است. دیگر افغان های دیگر شروع دیم کنفرانس آمدن. صادقانه میگم این خیلی برای من برخورده بود. چرا من باید تنها باشم در بین همه جماعت؟ و از همان بیشتر من در ردیف اول همیشه نشستم. با اشتیاق کلام هم شنیدم. خصوصا برادر ادوارد و سپیان وقتی که تعلیم میدادن. خود برادر لازاروس تعلیم بود از زنده یاد کشیش ورور عزیز یا نزد خداوند هستند. ایشان پیامشان سرودایی که پدر ببخش آتش آسمانیت را بریز. این سرودا با من بسیار صحبت میکرد. خدا را شکر
خدا را شکر که کلام خدا تبدیل میکنه، کلام خدا درست میکنه، کلام خدا خرابی ها و بدی های ما را هر روز قیچی میکنه. ما بشرط که با این کلام راه بریم. اما ارزگاه ازان این خشم و غضب، این خشم و غرور یک گفتم یکان دفعه نیش میزن، یکان دفعه خودش نشان میده. امیدوارم که هر روز با هدایت روح القدس ما بتانیم این از خود ما دور بکنیم. چند روز پیش دوباره سر کار بودم و تصمیم گرفتم که خب امروز من از کار میرم خانه. یک شنبه نزدیک است، باید برای کلام امروز که یک شنبه است برای موعظه آیات آماده بکنم، دعا بکنم و پیام را از خداوند بگیرم. خسته کار شما عزیزان، من در خانه سالمنده کار میکنم در التاس ایم و کار ما بسیار سنگین و ثقیل است و خسته بسیار شدید جسمانی بودم، واقعا خسته زیاد خسته جسمانی. به هر حال با تمام خستگی و اتفاقا در همون روز اصلا غذا نخورده بودم، کاملا گرسنه، گرسنه زور، اصلا چیزی نبود بخورم، گرسنه بودم و خسته. در جریان کار تصمیم گرفتم که یک کلام، یک موعظه بسیار جانانه در رابطه با شاگردی عیسی مسیح امروز از خداوند آماده میکنم و یک شنبه که اینجا هستم در این خدمتی را با هم صحبت میکنم. تمام فکر من در رابطه با شاگردی عیسی مسیح بود که پیام امروز در رابطه با شاگردی و شاگردسازی باشه. خب از کار تمام شدم، آمدم خانه، چون خیلی هم گرسنه هستم، خیلی هم خسته هستم. اولین کاری که میکنه کسی گرسنه باشه چی کار میکنه؟ وارد آشپزخانه میشه. آمدم که آشپزخانه تر و تمیز شستگه و رفته، هیچ چیز وجود نداره. شروع شد. باز امو آلتهای اولیه داشت در حال حرکت بود که رگها و او شریانهای غضب و غرورم و سلامت به جوش بیاید. اولین غرغار من روی فوزیه جان شروع شد. گید غذا درست نکرده، آماده نیست، یه همچیم از کار آمدیم، خسته هستم، کل روز خانه چرا درست نکرد. باز فکر دو تایم کار میکنه تا ساعت 8-8:30 شبم سر کار است. به هر حال گفتم اوکی، میام بیرون یه غذای جانانه میخورم، چون من نزدیک سنتروم زندگی میکنم، برمیگردم و این کلام شاگرد سازی رو آماده میکنم. وقت زیاد دارم. همین که از در میخواستم بیام بیرون، یک شخص بسیار عزیز و محترم رو به خودم دیدم. گفت که کم صبر کن، منتظر باش. چی میخواستی بکنی؟ کلام میخواستم آماده بکنم. در چی رابطه؟ در رابطه با شاگرد سازی. آها، شاگرد سازی، شاگرد عیسی مسیح. بله شاگرد عیسی مسیح است. بله هستم. چرا که نیستم؟ بله افتخار میکنم، افتخار هم است واقعا. شاگرد عیسی مسیح افتخار است. اوکی، اما شخصیت شاگرد میدانی چی است؟ یک شاگرد چطور باید باشه؟ اینو میدانی؟ بله، کلام بخونه، دعا کنه، کلیسا بره، خدمت کنه، پیرو مسیح باشد، در جای قدم های عیسی مسیح قدم بانه. ها، در جای قدم های عیسی مسیح قدم میگذاری. کتاب فیلیپیان چی گفته برات؟ همانا طرز فکر داشته باش که عیسی مسیح داره. طرز فکر عیسی مسیح را داری؟ بله دارم، اما انسان ها را دوست دارم. تو که چند وقت پیش به مادر اولادهاتو غرغر میکردی. شخصیت شاگردی این نیست. شخصیت شاگردی طور دیگه هست. یک شاگردی عیسی مسیح شاگردی را زندگی میکنه، عمل میکنه. عمل رفتار یک شاگرد چی هست؟ شرمنده شدم، عذرخواهی کردم، معذرت خواستم. روح القدس عزیز، دوستم میشگی، یاورم میشه، ببخش. برمیگردم، آمدم دوباره داخل آشپزخانه، غذای جانان خودم درست کردم که دو روزم بود، آیخ شد، همیشه میخورده میشه، خوشمزه بود نه؟ واقعا. و شروع کردم این غذا را درست کردن و نشستیم با هم و لذت بردیم. پس غرور در زندگی ما بعض اوقات اگر ما چطور و چگونه باید چی بکنیم؟ را مهار بکنیم. کلام خدا میگه مثل مار هوشیار باشین. مار نیستیم، ولی مثل مار هوشیار هستیم. هوشیاری همی است که اگر همی آلت ها در زندگی ما پیش میاد، باید هوشیارانه مطابق کلام خدا با هدایت روی خدا را چی بکنیم؟ درست بکنیم. عیسی مسیح در شب که فرداش یا بعد از او میرفت که به جایگاه رفیق خودش برگردن از پدر و
کارش بر روی زمین در حال تمام شدن بود و باید بره جایی که باید باشه. میدونه ایزان مهمترین و اساسی ترین درس اصول مسیحیت، اصول شاگردی و اصول درست زندگی خدا پسندانه و یک شاگرد واقعی عیسی مسیح بر شاگردان درس داد. درسی که شبیه عیسی مسیح بر شاگردان داد درس گفتاری نبود، تنها در گفتار نبود، بلکه در عمل بود، انجام داد. و برای من شما نمونه گذاشت، برای من شما الگوی گذاشت و چنین ادعا کرد، چنین دستور داد. به نظر من این یک دستور است، به نظر من این یک حکم است، مانند دو حکم اعظم خداوند. و او چی هستش؟ عیسی مسیح در انجیل یوحنا باب 13 چی میگه؟ میگه من که آقا و سرور شما هستم. باب 13 انجیل یوحنا آیه 13 و 14 میگه من که آقا و سرور شما هستم، این کار را کردم، شما نیز، شما مرا استاد و سرورتان میخوانید و درست هم میگوید. بله، ما عیسی مسیح ایمان داریم، همه میگیم خداوند ما عیسی مسیح، شکر که است، آمین که است، زیرا چنین هستم. بله، ایشان از آقا هستن، سرور هستن، خدا هستن، منجی هستن، نجات دهنده هستن، محبت هستن، همه چیز هستن با جز از یک چیز. چی است؟ عیسی مسیح بد نیست، عیسی مسیح خوب است، نیکوست، در خداوند هیچ بدی وجود نداره. پس اگر من سرور و استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما نیز باید پاهای همدیگر را بشوید. این عمل است که عیسی مسیح انجام داد، این عمل را عیسی مسیح انجام داد. کلام خدا میگه که بعد از شام خدا من چی کار میکنه؟ سرمشق بر من تو میگذره، بلند میشه، لنگ به کمر میبنده و تشت آب را آماده میکنه. اما چرا خداوند چنین سرمشق را برای ما ایمانداران خودش به جای گذاشت؟ عزیزان، من به این باور هستم که این نیاز ما بود. این کار نه به عنوان یک تعلیم که بروید ملت‌ها را شاگرد من بسازید، آمین، خدا را شکر، اما این نیاز من بود. چون اگر در روند زندگی شاگردی و ایمانداری این کار، این فروتنی در زندگی ما عمل نباشد، زندگی ایمانداری ما مثل لوسیفر به سقوط می انجامد. باور دارین اینه؟ پس عیسی مسیح خواست که سقوط فرزندان آسمان را جلوگیری بکنه، خواست که همی دوری از خدا را که با خون خودش را خرید آورد نزدیک کرد، این زحمت کشید، آسمان را گذاشت، آمد، این فدیه را داد، این همه کار بر من تو کرد، حالا با یک عمل ناشایست تمام اینا به صفر ضرب بخوره. نه، عیسی مسیح این الگو را بر ما داد، عمل کرد و یادگیری و عمل این درس را گفتم نیاز ما هستش. پاشوری در قوم یهود از قدیم وجود داشت، از قدیم الایام وجود داشت. مهمانی که در خانه تشریف می آورد، قبل از شروع غذا یا اولین کاری که می شد، پایای مهمان هم می شستن. اما کی می شست؟ پایای مهمان ها کی می شست؟ نوکر و خانه، غلام و خانه. زمان بردهداری و نوکرداری زیاد بود، نه؟ یا کسی که پایین ترین سمت را در او خانواده داشت، می آمد و آب می آورد و پای مهمان هم می شست. این هم ثبوت بلش. ما در افغانستان رسم داریم قبل از شروع غذا خوردن آفتابه و لگن برش میگیم. ما میخواستم که عکسش اینجا آماده کنم ولی متاسفانه وقت نکردم. آفتابه و لگن میشناسیم چی هست، نه؟ یک آفتابه و یک لگن، خصوصا بچه های کوچیک خانه که در سن آخری هستن معمولا این کار را میکنن. میانی باید نزد زمان قدیم در میز غذاخوری که نبود، همه روی زمین پای سفره مینشستن، باز دستمال روی شانه، من دستاره میشتم، با یک دستمال هم همه دستاره خوش میکردم. حالا من این کار را زیاد کردیم،
پدر بزرگ من میشه کار بدوش من میداد. به هر حال در قدیم در یهود این کار بود و میامدن پایه مهمان هم میشستن و این یک احترام بر اونا بود. و در ضمن چون مثل امرو که همش اوبان و اسبان و بس و ماشین های آخری سیستم که نبود، همش با زندل و خاک و گل و گرد اینا باید شستمشت. اینجا بود که این رسم از امون زمان بود، اما در شب که عیسی مسیح این کارا میکنه، بیایم در چند نکته از آیات کلام خدا مراجعه بکنیم. این آیات را شما فکر کنم پاورپوینت آماده ندارین، هست؟ میذاریم باب 13 انجیل یوحنا را از اول با از آیات اول اگر لطف بکنی، اگر هستش شما از 12 و 16 را گذاشتی؟ اوکی. پس از آن که عیسی پای من میخوام که از پس شما از آیه اول نگذاشتی خوردن، اوکی، بیاین از آیه اول بخوانیم چند تا آیه. پیش از این پس عیسی آگاه از این که ساعت او رسیده است تا از این جهان نزد پدر برود، کسان خود را که در این جهان دوست می‌داشت تا به حد کمال، ترجمه میگه تا به آخر محبت نمود، تا به آخر فکر کنم دیگه انتهای محبت است که در صلیب جانش داد او جای خودش، ولی اینکه سرور آقا بلند شود و تا آخر محبت بکنه که پا بشوره. حالا هنگام شام بود، ابلیس بیشتر در دل یهودای اسخریوطی پسر شمعون نهاده بود که عیسی را تسلیم دشمن کند. عیسی که میدانست پدر همه چیز را به دست او سپرده است و از نزد خدا آمده و به نزد خدا میرود، از شام برخاست و ردا از تن به در آورده و حوله برگرفته به کمر بست. سپس آب در لگن ریخت و شروع کرد به شستن پاهای شاگردان و خوش کردن آنها با حولهی که به کمر داشت. چون به شمعون پتروس رسید، او وی را گفت: سرور من، آیا تو میخوایی پای من را بشوری؟ عیسی پاسخ داد: اکنون از درک آن چه میکنم ناتوانی، اما بدخواهی فهمید. پتروس به او گفت: پاهای مرا هرگز نخواهی شست. عیسی پاسخ داد: تا تو را نشویم سهم با من نخواهی داشت. پس شمعون پتروس گفت: سرور من، نه تنها پاهایم بلکه دستها و سرم را نیز بشوی. عیسی پاسخ داد: آن که استحمام کرده سر و پا پاکیزه است و به شستن نیاز ندارد مگر پاهایش. بار شما پاکت، اما نه همه شما. منظورش از غریوتی بود، زیرا می دانست چه کسی او را تسلیم دشمن خواهد کرد و از همین رو گفت: همه شما پاک نیستید. پس از آن عیسی پاهای ایشان را شست، ردا بر تن کرده و باز بر سفره شام نشست. آنگاه از ایشان پرسید: آیا دریافتید چرا برایتان کردم؟ آیا دریافتید چرا آن چه برایتان کردم؟ شما مرا استاد و سرورتان میخوانید و درست هم میگویید، زیرا چنین هستم. پس اگر من سرور و استاد شما هستم، پاهای شما را شستم، شما نیز باید پایای همدیگر را بشویید. بیاین یک لحظه در این جمله دوباره تعمق بکنیم. شما نیز باید پای همدیگر را بشویید. من با این کار سرمشق به شما دادم تا شما نیز همان گناه رفتار کنید که من با شما کردم. آمین آمین به شما میگویم، نه غلام از ارباب خود بزرگتر است، نه فرستاده از فرستانده خود. اکنون که اینها را میدانید، خوشا به حالتان اگر بدانها عمل کنید. خوشا به حال من تو ایمان داره به عیسی مسیح که اگر این حکمی که از جانب خداوند من عیسی مسیح بر من تو داده شده او را انجام بدیم. پس مسیح خواست که با این کارش چی کار بکنه؟ غرور در شاگردان بشکنه و از بین ببره. خواست که شاگردان از سقوط نجات بده. نظر بندازیم با اون شب که عیسی مسیح بلند می شود، در آیات خواندیم که لنگ به کمر می بنده و تشت آب را آماده می کنه. از جمله شاگردانی که بود، من فقط چند تا شاگرد اینجا اسمش را یادداشت گرفتیم به عنوان نمونه.
مسیح با شاگردان روی سفره نشسته، آب امکانات وجود داره، ولی هیچ یک از شاگردان که یهودی نیز بودن و این رسم را خوب میدانستن هیچ وقت بلند نشدن که پایه هم دیگر باشین، هیچ حتی پایه عیسی مسیح را باشین. برای آنها در کنار مسیح بودن، با مسیح بودن اهمیتش بیشتر بود تا اینکه توجه بکنن که مسیح چی برشان گفته. بعض اوقات ما برکات از عیسی مسیح میخواییم، کارهای نیازهایی که از عیسی مسیح داره میطلبیم، ولی فراموش میکنیم که با عیسی مسیح چطور باید زندگی بکنیم. برای آنها بودن در کنار مسیح غرور ایجاد کرده بود. مثلا متا، قسمت از انجیل به نام متاست، از بهترین شاگردان عیسی مسیح، کسی که عیسی مسیح به اسم خوانده بودش، متا متا، و متا کسی بود که میگفت عیسی مسیح منو به اسم خوانده، مرا صدا زده، پس من آدم بسیار مهم هستم، من در کنار عیسی مسیح هستم. نتانائیل برایش گفته بود که تو اسرائیلی حقیقی هستی، واو عجب ایمانداری هستم من. عیسی مسیح شخصا دست به طرف من دراز بکنه و بگه که نتانائیل تو واقعا یک اسرائیلی هستی، واقعا حقیقی حقیقتا تو یک اسرائیلی هستی. پس این چی غرور میتانه در نتانائیل ایجاد کرده باشه؟ بله، عیسی مسیح اسم من را به این شکل صدا میزنه و من بهتر از همه هستم، بهتر از همه. از جمله تمام شاگردان حقیقتا من اسرائیلی حقیقی هستم. برمیگردیم به توما، تومایی که همیشه منطقی فکر میکنه. شما میگید توما گفت من دستا و پاهای عیسی مسیح را نبینم به چشمان خودم، دست به بغل مبارکش نگذارم، باور نمیکنم. ما آدم نیستم کرکرانه چیز را قبول بکنم. بابا شما گفتین عیسی مسیح زنده شده، خب من تا به چشم نبینم قبول نمیکنم. این بود از شخصیت توما، منطقی فکر میکنم. خیلی از عزیزانم وقتی که صحبت کردیم در صحبت‌ها با من گفته تا من معجزه از عیسی مسیح نبینم، تا یک کار از عیسی مسیح نبینم قبول نمیکنم. عیسی مسیح بر من چی کرده؟ حتما باید پاس بده، زن بده، شوهر بده، ماشین بده، فیرما بده، شرکت بده، تمامی دعا را یک پشت سر هم دیگه مثل کامپیوتر کلیک کرده برای جواب بده، بعد حالا عیسی مسیح وجود داره. تا یک جواب نیافتیم عیسی مسیح اصلا مرا فراموش کرده نیست. حالا تو ما به این شکل منطقی عمل میکرد، تا به چشم نبینم مثل پتروس اینا نیست کرکرانه قبول بکنم. یوحنا و یعقوب چی؟ اینا چی کار کردن؟ اینا که از خویشاوندان عیسی مسیح هستن، اینا که فامیل هستن، چی میگن؟ تک و فامیل؟ تک و فامیل؟ فک و فامیل؟ فک و فامیل هستن؟ بابا پسر خالف هستن، همه چیز ما با هم هست، ما چطور؟ حتی پیشنهاد کرده که یکی در دست راست باشه، یکی در دست چپ باشه. فکر میکنن که حالا یک رئیس و یک وزیر است، یکی از اون سردار سپاهان است و میای بالا و لشکر و من وزیر میشم و منم. این پیشنهادات اینا بود. این همش غرور به ایجاد میکنه، نه؟ زمان بوده که ما اگر با یک شخص بزرگ راه بریم چقدر بلند بلند راه میریم. مطمئن اگر من اینجا رئیس جمهور آلمان بغل دستم باشه این شکل را میرم، افتخار من رئیس جمهور با من است. یا مثلا اگر واعظینه که از خارج دعوت میکنیم کلیسا، من همه میدم که عکس بگیرن نبرش، همه میدم باش عکس بگیریم، افتخار است، خدا را شکر. با بزرگ مردان خداوند، با خواهران عزیز، با قادمین خداوند عکس بگیریم، خدا را شکر. ولی آیا صادقانه این عکس ها با عزیزانی که در سطح بزرگ روحانی هستن، اگه با بنیهین یا جوز مائر یا نمیدانم با کسای دیگه عکس بگیریم، آیا غرور در ما ایجاد میکنه؟ یعنی همه زود میرم فیسبوک و اینستاگرام عکسای خودم رو پخش میکنه که ببین ما با فلانی امروز عکس گرفتیم. حالا اینا یوحنا و یعقوب هم به این شکل بودن. پتروس چی کار کرد؟ پتروس خود اعتراف نیکو کرده بود، یکی از شاگردان این حرف به این صراحت و به این لهجه و به این جرأت اعلان نکرده بود که توی مسیح پسر خدای زنده. بابا اعتراف نیکو باعث نجات میشه، اعتراف نیکو حیات رو به دست میاری، بهترین اعتراف. پس این یک غرور باید در پتروس باشه که بود. مگه به عیسی مسیح نگفت
که من تا آخر با تو هستم. اگر کسی جرأت داره با تو چیزی بگویه؟ از قبل عیسی مسیح خواست که غرورش یک کماره بیاره پایین، که تا بانگ خروس سه بار من انکار میکنی. اما برعکس این غرور در پتروس بود. من یک کلام شنیدم یک زمان در رابطه با پتروس، که پتروس در رهبری خیلی وارد بود، آدمی سر با اقتدار و با حکمتی هم بود، و اگر یک گروه را به اسم سپردی بسیار درست مدیریت میکرد و خوب رهبری میکرد، یک استعداد توانایی خاص را داشت. و پتروس یکی از بزرگترین شاگردان خداوند. حالا اینا هر کدام برای خودشان کسانی بودند. 3.5 سال با عیسی مسیح راه رفته بودند. و فکر کنم در بین او تماماً اورشلیم و یهودیه و منطقه با سر بلند و با چه افتخاری که با عیسی مسیح ناصری راه میرن و یک جای هستند. بیاین یک لحظه از زمانی که ایمان داریم با عیسی مسیح تا می لحظه که اینجا نشستیم و پیام میشنیم، یک لحظه ایمان ما را یا روش زندگی روزانه ما را پیش چشمان خود بیاریم. چند بار بوده که ما بعض کارها را بعض روزا افتخارات کاذب در ذهن خود داشتیم یا غرور در ما ایجاد شده؟ عیسی مسیح، عزیزان من، عزیزانی که مشنوین من میبینین، عیسی مسیح خداوند از آخر تا صلیب درس و روش و میتود فروتنی و از خودگذشتگی را به ما به نمایش گذاشت. نه تنها نمایش داد، بلکه عمل کرد و او را ما دیدیم از آخر تا صلیب. آیا ما چیزی در عیسی مسیح میبینیم که ناشایست باشه؟ کار عیسی مسیح انجام داد. بیاید یک ملامتگی در سطح کره خاکی زمین در بشریت امروز، یک میلی کار ناشایست از عیسی مسیح کسا پیدا بکنه. من در میدیا هستم، من سوالات زیاد میگم، شما میدانه. هیچ انسان تا به امروز نتانست این اراده به عیسی مسیح بگیره در هیچ مذهب و باور دینه. پس این مسیح از آخره که به دنیا آمد تا صلیبی که رفت، این درس فروتنی را برای من تو داد. و خواستش هم این بود، چون میدانست که چرا، در قبل گفتیم این را هم خوب درست میدانست که هر کدام از ایمانداران به عیسی مسیح اگر وارد یک خدمت میشن یا وارد در کل وارد کلیسا میشن، اگر با غرور ادامه بتن، بالاخره سقوط میکنن و میفتن و شکست میخورن. تجربه نشان داده ایزان، تجربه نشان داده. در ما یک تعداد عزیزان را داریم در جمع خانواده خدا، در کشورهای مختلف، در کلیساهای مختلف، که قبل از ایمان ایشان در پست‌ها و موقف‌های بزرگ بودن، شاید شرکتی داشتن، مدیریتی داشتن، شاید رئیس بودن، مقام‌های بالایی داشتن، مقام‌های دولتی داشتن، افراد زیر دست داشتن، اینا صلاحیت داشتن، قدرت داشتن، نام و نشان داشتن، عزت و آبروی در بین مردم داشتن. خیلی از عزیزان بوده و هست، داریم کسانی را. حالا همچنین اشخاص من ایمان برن به عیسی مسیح و وارد خانواده خدا و وارد کلیسا میشن. آیا با مو افکاری که در قبل از ایمان داشتن با مو افکار ادامه بدن؟ که متاسفانه بعضی ها هستن، بله. فکر میکنن که من قبل از ایمان، مثلا در افغانستان بودم یا در ایران بودم، رئیس یک شرکت بودم، 100 تا کارگر زیر دستم بود. حالا آمده اروپا، ایمان آورده و وارد یک کلیسا شده، تا تعمید میگیره و عضو کلیسا میشه، دعوای کشیشی و معلمی و مقام سرگروپی و سرگروهی میتونه، باید جلسه داشته باشه و ریاست بکنه. نمونه را داره، زیاد دیدیم عزیزان. و اینا سرانجام چی میشن؟
آمین که خواندگی را خدا میده. آمین که بعد از ایمان ما خواندگی های ما را برش میرسه، ما را درک میکنیم، پیدا میکنیم، روح القدس ما را هدایت میکنه. بله خداوند است که شبانان و کشیشان و معلمین و همه را داد بر کلیسای خودش. آمین که بعد از ایمان باید کشیشان باشه، باید معلمین باشه، باید خادمینه که خدمت زیاد بکنم. اما با افکار و فکرهای قبل از ایمان به عنوان ریاست یا به عنوان خادم، من فکر میکنم در مسیحیت رئیس بودن وجود نداره. همه خادم هستیم، همه خادم هستیم، همه شاگرد هستیم، همه شاگرد هستیم. شاگرد همه در حال یاد گرفتن است. اولین کتاب بسیار پایین، بگم پایین که نمیشه گفت چون بسیار غنی است، کتاب الف چقدر زیبا در رابطه با شاگردی گفته. و ما اینو باید بدانیم که اگر خداوند برای کلیسای خودش معلم و شبان و واعظ و سراینده و همه را میده، این خدمت ها همه برای جلال خداوند است، در افتادگی و فروتنی انجام میگیره. من به صراحت میتونم اینو بگم، مطمئن هستم شما با من هم صدا هستین که اگر در خدمت غرور باشه بالاخره شکست وجود داره. در هیچ خدمت در بین کلیسا، در بین فرزندان خادم نبوده که سالهای سال با غرور خدمت کرده باشه ولی خدمتش ادامه داشته باشه. من مطمئنم که هیچ وقت شما نیدین من خاطرم ببینیم. چرا؟ چون این کار خداست، چون دست خداست، چون خداست که این خدمت را میده. خداست که میخواهی ما در کلیساش سعیم باشیم. این کار خداست. اگر ایمانم داریم کلام خدا میگه فیض خداوند است. ما کلام مقتدر خدا را دارم. ما در کتاب لوقا میخوانیم فریسی و شخص باجگیره. چند نفری داستان خواندیم؟ اینجا عیسی مسیح تعلیم داد، تعلیم گفتاری داد، مثال زد فریسی و باجگیره. میشناسی ما ایمان؟ خبر داریم؟ خواندیم در کتاب لوقا؟ فکر کنم بابا اجده هستش؟ دو نفر میرن وارد کنیسه بگویم یا کلیسا یا معبد میشن، میخوان که به حضور خدا برن. دو نفرم با یک ایمان و باور، دو نفرم با یک عقیده، با یک هدف، هر دو میریم نزد خدا تا عبادت بکنیم. چون ما در وقت در جمع ایمان دارا میام کلیسا، همه بنابرای که بریم داخل کلیسا خدا را عبادت بکنیم، پرستش بکنیم، سرود بخوانیم، هللویا بگوییم، خداوند ما را پرستش بکنیم. من فکر نمیکنم که کسی باشه که بیاد کلیسا و بگه من برم به خاطر که خدمت میکنم. اوکی، خدمت جزی از زندگی است، اما هدف اولی است که من کلیسا میرم تا خداوند خود من را پرستش بکنم، در حضور خداوندم برم. پس این فریسی و باجگیر با هم وارد کلیسا میشن، با هم وارد بگم در حضور خدا میستن. اما داستان همه میدانیم که یکی دست دراز میکنه به طرف بغل دستیش که مثل این باجگیر نیستم، مثل از این گناهکار نیستم، و ده ها ایراد دیگر یک منت دیگر روی خدا میگذاره که خدا من بهتر از همه من هستم، چقدر ده یک میتم، چی کارا کردم، این آن همه داستان هم میدانیم. چقدر از ما خدمت‌های خود ما را در حضور خدا، در حضور خدا، در روح خدا کشیدیم. بس رای ما افغانا تنه زدیم بر خدا، خدا من این کارها را برات کردیم. صدها کار نیکو و برکت خدا را که بر ما انجام داده در یک لحظه که یک دعای ما جواب نگیره فراموش میکنیم. ده تا غرغر روی خدا که چرا این کار شد؟ چرا این کار نمیشه؟ چرا ویره به من ندادی؟ من هم کردیم. من خیلی بر خدا داد و فریاد زدیم. من با خدا و هم جنگ کردیم، دعوا کردیم، باور بکنیم. من سر عیسی مسیح داد زدیم که چرا این کارم؟ مگه من فرزند خدا نیستم؟ مگه من خادم نیستم؟ مگه من این کار نکردیم؟ اون کار نکردیم؟ تمام خدمات ما را تا جایی که بیان بودد لستوار به حضور عیسی مسیح آوردیم. اینا چی هست اینا؟ فکر میکنم که اینا مرا نجات میده، فکر میکنم اینا مرا در ملکوت جای میده، اینا است که مرا به حیات میرسانه. نه،
باز بیست و بدان که من خدا هستم. باز بیست. پس اینا در کل یا خدمات در کل نمیتونه ما را چی بکنه؟ به جای برسن. چون تجربه نشان داده خیلی از ایمانداران خوب ما متاسفانه شکست خوردن و سقوط کردن. و اینا همه ارتباط میگیره با یک مثال دیگه که در آخر خدمت شما بگویم. ما بعض اوقات خدمت ها را به خاطر انسان انجام میدیم که نباید بدیم متاسفانه. اگر کشیش فلانی مرا دوست نداشته باشد، اگر پاسور من ارزش نداشت، اگر پاسور کشیش سلام مرا جواب نگفت، اگر این خدمت بر من نداد، اگر این کار بر من نکرد، اون بیچاره کشیش و پاسور باز اگه اصلا کشیش خوب نیست. حیف که خدا او را کشیست انتخاب کرده. چرا به خواستای من جواب ندادم کشیش؟ خیلی از اتفاقات در زندگی ما افتاده. چون ما دیدیم. چرا؟ چون کارایی که در کلیسا بخوایم انجام بدیم نه به خاطر عیسی مسیح، میخوایم به خاطر خوشنودی رهبر کلیسا، شبان کلیسا، کشیش کلیسا بوده. زمان ما در افغانستان زندانی بودم. نه به خاطر خلاف، خاطر تانجام، آدم خلافکار نبودم. بد بودم، خلافکار نبودم. دو سه ماه زندان بودم، دو سه ماه بودم. زندان به نام زندان پل چرخی در کابل، یکی از بزرگترین زندان‌های افغانستان و یکی از نامی‌ترین زندان‌های است در دنیا که اولش فرانسه داشت، دومش در کابل درست کردن. در سلول بودم که شاید مساحتش به اندازه کلیسا تقریبا 100 تا 120 نفر در این سلول بودیم. خب یک زندان ها معمولا سلول های انفرادی داره و سلول های دسته جمعی داره. در این سلول عمومی گفتم نمیدونم شاید بالای 100 نفر 120 نفر بودیم. یک نفر وجود داشت به اسم استاد کبیر برش میگفتن. و ایشان یکی از رهبران یکی از احزاب اسلامی در افغانستان، بسیار آدم پرنام نشان بودن. و فعلا هم هستن، امیدوارم که به عیسی مسیح ایمان بیارن. ایشان در اونجا زندانی با امرای ما با هم در سلول یک جای بودیم. و چون ایشان رهبر یک بخش بودن و آدم بسیار نامنشان و ریش به این اندازه بود، پنج شش نفر خادمین داشتن اینا. یکی آب بر وضو آمده میکرد، یکی همون قالیچه چه جای نماز میاد، یکی آب گرم میکرد، یکی چای دم میکرد، یکی نمیدن پایش مساج میداد، یکی برش بالش خوابش آماده میکرد. بین این اعضا، این پنج شش نفری که خادمین بودن، یکی دو بار دعوا شده بود که میخواستن مثلا فلان خدمت احتمال زیاد در رابطه با اینکه جای نماز عوار بکنه، پن بکنه به خاطر که نماز بخونه، روی ازی دوا کرده بود. میخواد من کار میکنم ثوابش بیشتر است، او من میکنم ثوابش بیشتر است به خاطر این. وقتی که من این پیام را خداوند در قلبم میگذاشتم تو مرور میکردم با خودم و این خاطره نمیام چرا به یادم در اون زمان آمد و الان میدانم که اینا به خاطر که ببین ما اگر خدمت ما برای خدا میباشه یا برای انسان. دیدیم وقتی که یک آدم نامدار در کشور، یک رئیس جمهور، یک رئیس، وقتی که در جایی که میخوای بری از ماشینش پایین میشه، یک نفر بادیگارد از پشتش است ولی 10-15 نفر دیگه ای دوان دوان چهار دو بغلش میدون. سویلی اشکر نمیدونم از کجاست، برای چیه، چیکار هستن اینا، واقعا من نمیدونم. ما در بدن خدا اینا را نداریم. ما در خانواده خدا همه یکی هستیم. ما بر عیسی مسیح یکی هستیم. نه زن است، نه مرد، نه پیر، نه جوان، نه باسواد، نه بیسواد، نه فقیر، نه گدا، نه پولدار. مگه خون مسیح فرق نگذاره؟ مگه محبت پدر فرق داره بین ما؟ خدا همه ما را دوست داره. همه میخواه که ما در یک فروتنی و تواضع زندگی بکنیم. تواضع، افتادگی، فروتنی از کجا سرچشمه میگیره؟ از محبت. و محبت کی است؟ عیسی مسیح. اگر وقت نیست فکر کنم که نمیدونم چند دقیقه شد، یک کوتاه مرور به زندگی پولس رسول بکنه. ایشان آدم نامنشانی داشتن،
تحصیل کرده بودن، بر خودش کس کاری بود و واقعا محبوبیت و صلاحیت داشت. کسی بود که از هر لحاظ، چی در دولت روم، چی در دین یهود، آدم با شخصیت و با وقار و با صلاحیت و پر عزت و احترامی بود. اما در انجیل فیلیپیان وقتی که ما میخوانیم، پولس چی نوشته میکنه؟ همه اینا را کنار میگذاره، همه را پشت سر میگذاره، همه را فضلم شماره، همه را دور مندازه، تمام افتخاراتش را، و راهی زندان میشه و سرانجام شهید. فکر میکنم که اینم یک درس افتادگی و فروتنی برای ما زندگی پولس است که کی بود و کی شد، او افتخار کجا و این افتخار کجا. افتخار یهودی بودن که باید مسیحا را جفا برسانه، افتخار مسیحی بودن که با عیسی مسیح مصلوب شود، که نه من بعد از این، بلکه مسیح در من زندگی کند. نه که مسیح، به خاطر مسیح همه چیز فضله بشنوام، همه چیز پشت سر بدوام و پیش برم تا عیسی مسیح را به دست بیارم. من فکر میکنم به دست آوردن عیسی مسیح رای حلش یا کلید حلش فروتنی است. بدون از او نمیتونیم. با غرور و سرکشی و نمیدانم با داد و فریاد نمیشه. آمین. یک شعر بسیار طولانی امروز پیدا کردم در گوگل، بسیار جالب بود، در رابطه با فریسی و باجگیر. یک چند فردش میخوانم و میریم به عشا که جلسه ما طولانی تر نشه. گفت عیسی مثل از بحر پند، بر فریسیان سخت و خودپسند. چون که راضی بوده بر کردار خیش، غرق در اندیشه و افکار خیش. خیش را برتر ز خلق انگاشته، مردمان را پست تر پنداشته. جان عیسی ز این سبب آزرده بود، این مثل را بهر این و آن گفته بود. چون که شد دلگیر عیسی ز این کلام، قصد کرد تا محو سازد این مرام. کرد آغاز پس مسیحا این مثل، با فریسیان خودخواه و دغل. یک فریسی عالم بر نکته ها، وارد معبد شد از بحر دعا. وارد معبد شد همراه او، باجگیر خسته بی گفتگو. کرد آغاز آن فریسی بر دعا، وصل خوبی های خود با ادعا. شکر او می کرد نگردیده حریز، یا دغل باز و زناکار و خبیث. نشده در بند این دنیا اسیر، نیست او بدکار چون این باجگیر. ده یک اموال خود را می دهد، آنچه بر او گفته موسی می دهد. روزه می گیرد و بر هر هفته دو روز، نیست او محتاج اشک و آه و سوز. باجگیر آن سوتر استاده بود، با خجالت سربزیر و ساده بود. سینه را با مشت می زد و که ای خدا، بر من غرق گناه رحم نما. گفت عیسی، عف شد آن باجگیر، او که افگنده سر از خجل به زیر. آن فریسی را غرور و ادعا، کرده بود از رحمت حقش جدا. چون خداوند طالب اخلاص ماست، دوست دار مردمان بی‌ریاست. دوست دار مردمان بی‌ریاست. هر کی او خود را برافرازد بدان، خار گردد پیش چشم آسمان. زندگی شود و عشق بندگی است، مابقی خودخواهی و شرمندگی است. هر که می پندارد که او بالاتر است، از تمام مردمان اولاتر است. هیچ باشد قدرت او نزد خدا، گرگندم همچون فریسیان دعا. گر کند همچون فریسیان دعا، این چونین بشکست عیسی آن زمان، آن غرور و نخوت فریسیان. من یه تمرین نکرده بودم، فقط بار اول است که اینجا خواندم. من نمیدونم که با این کلام چقدر خداوند قلب ما را لمس کرد، چقدر متوجه شدیم که زندگی مسیحی بدون فروتنی زندگی مسیحی نیست. خودخواهی، جاه‌طلبی، مقام پرستی در مسیحیت جای نداره. مسیحیت افتادگی، فروتنی، از خودگذشتگی و سربزیری داره.
خداوند فروتنان را چی کار میکنه؟ سربلند میکنه. من آیت یاداش کرده بودم، مزمور 138 آیه 6. آیه 6 مزمور، مزمور 136 آیت 6: خداوند متعال است و فروتنان نظر دارد و اما اشخاص متکبر را از دور می شناسد. امثال 15:33: خدا ترسی به انسان حکمت می آموزد و فروتنی به او عزت و احترام به بار می آورد. عزت و احترام ما در فروتنی و افتادگی است. آمین. عزیزان، امروز ما عشا داریم. طبق معمول آخر هر اول هر ماه ما با میز خداوند نزدیک میشیم. این عهد پیمان ما را با خداوند به یاد میاریم و تجدید میکنیم. وقتی که خداوند عیسی مسیح با فروتنی راه صلیب، راه جرجتا را تا صلیب به پیش میره و این میز را و این خون بگویم این بدن را برای من تو آماده میکنه، آیا این خودش نمونه از یا الگوی از فروتنی برای من تو نیست؟ جدا از تعلیمی که برای من شما شفایی گفت، عملش را میبینیم. اونجا لنگ برداشت، آب برداشت، بلند شد، پای من تو را شست، بعدش بلافاصله آمد جانش را داد. اینا بجز از فروتنی میتونه چیز باشه؟ بجز از خودگذشتگی چیز میتونه باشه؟ بجز از فداکاری میتونه چیز باشه؟ بین از این لحظه بیستیم، دعا بکنیم. ما میخواییم که به این شام خداوند، به این میز مقدس، به این کار عظیم خدا یک بار نظر بیفکنیم. با عمق قلب، با تمام ایمانی که با خداوندمان داریم، با تمام مسیری که از ابتدای ایمان، از شروع ایمان تا به این لحظه سپری کردیم، یک لحظه همه را ازان بگذاریم زیر صلیب عیسی مسیح. اجازه بدیم که امروز این خون بشوره، پاک کنه، تقدیس بکنه. بگذاریم که این خون امروز ما را در فروتنی به زانو بیاره. بگذارن که این خون و این بدن امروز من تو را سرفراز کنه. بگذارم ایسان که هر گناه، هر خطای، هر اشتباهی، هر بدی که در من تو بود، هر غرور خودخواهی که بود در هر رابطه، در هر رابطه، همه را خدا بشکنه. امروز من شما شکست خدا در برابر خدا اعلان بکنیم. امروز سقوط خدا نمانند لوسیفر، بلکه سقوط خدا ما را از شخصیت کونه، از فکرای کونه، از او غرورهایی که در ما بود، چون غرور خشم میاره، غرور دعوا و جنگ به وجود میاره، همه را با این خون و با این بدن تبدیل بکنیم. همه را بتیم دست عیسی مسیح، این بدن و خون را وردار. عیسی مسیح وقتی که ما در کلام خدا در انجیل لوقا میخوانیم یا در انجیل قرنتیان که پولس بازی را تعلیم میده که میگه آنی که من از مسیح یافتم، ولی ما میگه هم دیگر رو ببخشین، اگر کدورتی از هم دیگر دارین به طور ناشایست در میز خداوند نزدیک نشین. اما امروز در قلب مسیحیان با این آیات بیاییم در نزدیک خداوند شویم. چرا؟ خداوند بود که فروتن شد. خداوند بود که آسمان نگذاشت. خداوند بود که آمد زمین. خداوند بود که جانش برای من تو داد. خداوند بود که با خونش من تو را خرید. ما در زندگی زیاد کارا کردیم. بسیار عمل انجام دادیم. مگه اگر کار کنید، اما نه برای خوراک فانی، بلکه برای خوراکی که تا حیات جاودان باقی است. خوراکی را که
پسر انسان به شما خواهد داد، زیرا بر اوست که خدای پدر مهر تایید زده است. اون خوراک کدام خوراک است؟ خوراکی که امروز ایمان از او را در قلب من تو روح القدس مهر زده. عیسی گفت و امروز دوباره تکرار میکنه، این میز را بر من تو تکرار، این کاری که امروز من تو میخواییم بیاد بیاریم. میگه عیسی با آنها گفت: نان حیات من هستم، هر کی نزد من آید هرگز گرسنه نشود و هرگز با من، هر کی با من ایمان آورد هرگز تشنه نگردد. تنها گرسنگی روحانی با یک دو سه موضوع نیست. ما خیلی کارها، خیلی یک پروسه بسیار وسیع در زندگی روحانی داریم که باید یک پسر همونا درست شود. که از جمله امروز مسئله افتادگی و فروتنی را صحبت کردیم. پس اگر از این بدن نخوریم، از این خون ننوشیم، با این بدن یکی نشیم، نه فروتنی در ما قرار میگیره، نه خودخواهی از ما دور میشه، نه به کار خداوند آشنا میشیم که بر ما چی کرده. بین یک رزد عیزان دو سه دقیقه، البته چیزی که در قلب من است، دعا بکنیم و در این دعا توبه بکنیم. امروز دعای توبه بکنیم، نه توبه از گناهانی که ایمان بیاریم. اگر کسی که نوست به قلبش به عیسی مسیح نسپرده میتونه دعای توبه بکنه، ولی اگر ایمان به عیسی مسیح داریم، توبه بکنیم از غروری که در ما بوده، از خودخواهی‌های جاه‌طلبی‌های و او بلند پروازی‌هایی که در ما بوده، از اون معنوم‌هایی که در ما بوده، از اون کسی که من بر خودم کس و کاری بوده ما هستم، من در ایران در افغانستان این کار و آن کار و آن کاره بودم، ولی امروز میگه که تو فرزند من هستی، همه را فضلم شماریم و عیسی مسیح را در می آمین. بیان لحظه دعا بکنیم. هللویا. ای پدر آسمانی، ای پدر پر جلال، ای پدر نیکویی ها، ای خدای همه نیکی ها، ای خدای محبت، خدایی که هیچ چیز بدی در تو نیست، نمیتونه باشه، هیچ بدی جرأت و قدرتی را نداره به حضور تو نزدیک شود. تو با آتش غضبت همه را محو میکنی. تو خداییستی که وقتی غرش بکنی هیچ چیز نمیتونه در مقابل تو بیسته. وقتی بلند میشی و تصمیم میگیری هیچ قدرت نیست که مانع شود. امروز ما در حضور همچو خدایی استاده هستی عیسی مسیح، ما در حضور تو ایستاده ایم اینجا، در حضورت ایستاده ایم که با ایمان که تو با چشمانت در این لحظه ما را میبینی، با دستانت ما را در آغوش میگیری، با گوشانت میشنوی، با قلبت محبت میکنی، با پاهای طرف ما میایی، با آغوش باز به طرف ما میایی. شاید ما در جای ما ایستاده هستیم، تو را صدا میزنیم و این تو هستی که امروز خداوند به طرف ما میایی، چون آمدی آسمان را گذاشتی، آمدی زمین، میایی خداوند به طرف ما. اون دستانت همون که در صلیب باز شد، همون آغوشت که آماده شد برای ما خداوند، امروز میخواییم در این دعا ما را در او آغوش بگیری. میخواییم خداوند با توبه به حضور تو بیم، با فروتنی به حضور تو بیم، با شکستگی به حضور تو بیم، با سرفگندگی به حضور تو بیم. میخواییم خداوند ببخش، ببخش که با غرور با تو نگاه کردم، ببخش که همیشه میگفتم منم، ببخش که همیشه میگفتم من میتونم انجام بدم، به استعداد خودم، به توانایی خودم اتکا میکردم و غرور داشتم. ببخش خداوند، ببخش که فراموش کردم که تو خدا هستی، آسمان را گذاشتی آمدی تا خونت را برای من بدی، تا خونت مرا بشوره و پاک بکنه.
اعتراف میکنم خداوندا که هیچ بدی را از من، هیچ غرور را، هیچ گناهی را از من چیز امکان نداره دور بکنه و به جز از خون تو و به جز از این بدن تو و جز از این سم شدن در بدن و وجود تو. هللویا. ولی خداوند تو جانت را دادی تا ما حیات داشته باشیم و او را به فراوانی داشته باشیم. فراوانی. شکر میکنم خداوند که در حضور تو کمال شادی ها است. ما را آزاد کردی برای آزادی، آزاد کردی برای آزادی از غرور ما، از خودخواهی های ما، از گناهان ما، از وابستگی های ما که چی به انسان، چی به علم، چی به تکنولوژی، چی به هر چیز دنیایی بوده. ما را آزاد کردی خداوند تا با تو باشیم. شکر میکنم خداوند. شکر بر این بدن، شکر بر این خود.